اما درود دارم به شما خانم تونیا ولی اقلی و سپاسگزارم که در این برنامه میهمان این برنامه و کارشناس برنامه من هستید. با درود به شما و بینندگان گرامی. خانم ولی اقلی عزیز، همونجور که شما بهتر از من میدونی، تنی چند تن از ورزشکاران و در واقع شطرنج بازان جهان اعطای شرکت در مسابقات با حفظ حجاب در کشورمون ایران رو به قول معروف به لقای خودش بخشیدن و اینکه تحریم کردن این برنامه ها رو. شما چگونه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که اساساً این تحریم شایسته هستش و آیا تهدید یا تحریم این تهدیدها رو شما قبول دارید و باش موافق هستید؟ من اول تصحیح بکنم، برای مسابقات جهانی که سال آینده قراره در تهران برگزار بشه، یکی از شرکت کنندگان که رده جهانی هم داره، بازیکنی اسکورجی که از تیم آمریکا شرکت میکنه، ایشون بعد از اینکه مطالبی رو در رابطه با زنان ایرانی در اینترنت خصوصا از صفحه آزادی‌های یواشکی دیدن، به این مسئله اشاره کردن که من متوجه شدم که حجاب در ایران فرهنگ این جامعه نیست و زنان این کشور حجاب اجباری دارن و قانونا تحت تعقیب هستن و شرایط ایران رو بعد از اینکه شناخته مطرح کرده که من از رفتن به این مسابقات به دلیل اینکه حجاب برای شرکت کنندگان نیز اجباری هستش گفته خودداری میکنم، برای اینکه فکر میکنم رفتن من و بازیکنان دیگر زن و به انجام دادن اجباری که برای پوشش اسلامی در مسابقات هستش به ضرر جنبش زنان ایران هستش و بنابراین ترجیح میدم که به این مسابقات نرم. به نظر من شخصا این حرکت این خانم بسیار حرکت زیبا، انسانی و حقوق بشری است و در رابطه با همبستگی با جنبش زنان ایران و زنان ایرانی که حجاب رو به صورت اجباری به عنوان قانون در اون کشور دارن میتونه خیلی مؤثر باشه و همبستگیش گفتم یک حرکت شخصیشه که وجدان بیدار خودش رو داره مطرح میکنه. در رابطه با تحریم کردن، این که اگر کلی بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، این که آیا ورزشکاران باید تحریم بکنن رفتن به مسابقاتی رو که در ایران صورت میگیره و غیره، این رو باید مطرح بکنیم که ببینیم آیا اصلا جمهوری اسلامی ایران آیا توانایی برگزاری مسابقات ورزشی رو برای زنان در سطح بین‌المللی در ایران داره یا نه. رشته شطرنج تنها ورزشی هستش که خب میدونیم که شطرنج جزء ورزش‌های فکری هست و نه ورزش‌های جسمی، یعنی اگر در رشته ورزشی این مسئله میخواست صورت بگیره که با حجاب اسلامی همون گونه که ورزشکاران زن ما مثلا در رشته والیبال، در رشته تنیس روی میز و یا ورزش‌های دیگه که در حال حاضر در میدان‌های جهانی شرکت میکنن و حجابشون از طرف رژیم ایران اجباری هستش و دختران ما مجبور به این هستن برای اینکه به این مسابقات راه پیدا بکنن این حجاب رو بپذیرن در مسابقات شرکت میکنن، آیا ما این روال رو در ایران میتونیم داشته باشیم؟ باید بگم که نه. فدراسیون شطرنج از اونجایی که یک ورزش فکری هستش و ورزش شطرنج جز ورزش‌های المپیکی نیست، یعنی اگر مسئله به فرم دیگه ای بود برگزاری این مسابقات اصلا در ایران هم امکان پذیر نبود و امروز جمهوری اسلامی در واقع از این بند اساسنامه‌ای در فدراسیون شطرنج استفاده کرده که مسابقاتی که در ایران داره برگزار میشه درسته که به نام فدراسیون جهانی هستش، ولی طبق اساسنامه اینها برندهای مختلف میتونن به عنوان اسپانسر باشن و مطرح بکنن که مثلا در مسابقات امسال ما مسابقات رو شرکت ورزشی آدیداس برگزار میکنه و همه باید لباسهای ورزشی آدیداس رو بپوشن. این مسابقات هم چون که جمهوری اسلامی به عهده گرفتتش این شرط رو گذاشته برای برگزاری. خیلی زیباتر از این خواهد بود به نظر من
که ورزشکاران زن یا اصلا فدراسیون های ورزشی اعتراض خودشون رو به فدراسیون ورزش ایران بفرستن و مطرح بکنن که این حجاب اجباری تحت پوشش مسابقات ورزشی نیست، برای اینکه در بند اساسی تمامی ورزش ها حضور مذهب، آیین و یا تبلیغ برای جا و یا عرصه مشخصی ممنوعه و ما میدونیم که این حجاب ورزشکاران تنها بر این نیست که این مسابقات داره در ایران برگزار میشه و برای چند مردی هستش که در سالن مسابقات حضور خواهند داشت و یا پخش بیرونی میخواد بشه، بلکه این به صورت نماد، از دید من نماد پرچم اسلام هست، این حجابی که بر سر زنانه و اجباری بودنش مسلم هستش. خب همونجور که شما اشاره کردین، فدراسیون جهانی اصلا منع کردن در واقع نمادهای مذهبی رو در این ورزش ها. آیا تحمیل حجاب به ورزشکارانی که میخوان در ایران در واقع فعالیت داشته باشن و در این مسابقات شرکت کنن از همین قضیه نشأت میگیره؟ آیا به راستی فدراسیون ها اعتقاد دارید که فدراسیون های جهانی باید با اون مقابله بکنه؟ میتونه مقابله بکنه و میتونه پیروز و موفق از این برنامه بیرون بیاد، به این صورت که محل برگزاری مسابقات رو از کشور ایران بگیره، به دلیل اینکه اگر ایران مطرح میکنه که این قانون کشورش هستش و زن ورزشکار یا اصولا زنان رو به حیطه مرزهای کشورش بدون حجاب اسلامی راه نمیده، بعدن میتونه این مسابقات رو چون به صورت مختلط برگزار میشه، نه خود مسابقات بلکه تماشاچی یا برگزار کنندگان و حتی مربیان مرد در این مسابقات هستن، همینطور داور و برگزار کنندگان مرد هستن، میخواد این رو پیش ببره و متاسفانه میبینیم در جایی که سیاستمداران زن به ایران میرن یا توریست هایی که به ایران سفر میکنن اساسا به این صورت هستش که این حجاب رو رعایت کردن، اینها رو هم مجبور به این کار میکنن. حالا نقش تک تک ورزشکاران در رشته تک، در رشته انفرادی هستش در اینجا و این که گفتم فرم ورزشی نداره، یعنی اگر قرار بر این بود که مسابقات تنیس روی میز ایران که احتمال زیاد هرگز در ایران نمیتونه برگزار بشه چون استاندارد ورزشی رو نداره، اگر میخواست برگزار بشه و اینها حجاب اسلامی رو مطرح میکردن، چون اون وقت دیگه حجاب اسلامی فقط داشتن روسری برسر یا پوشیدن مانتو نیست، بلکه شرایط ورزشکار رو تغییر میدن و بازی ها رو میخوان به این صورت پیش ببرن که پس نمیشه، چون نمیشه اینها همین مسئله شطرنج رو روش دست گذاشتن و اگر اطلاع داشته باشین دقیقا در سال گذشته به مناسبت 22 بهمن در اسفند ماه هم یک گرانپری شطرنج جهانی در ایران برگزار شد در تهران که تعدادی از ورزشکاران زن بین‌الملل مسابقات در این جهان در این مسابقات شرکت کردند و متاسفانه همشون با همین حجاب اسلامی با پوشش‌های خیلی خنده آور در این مسابقات بودن. بعد گزارشی که به بیرون اومد، چند تن از اونها اعتراض خودشون رو در وهله اول برای گرم بودن سالن با پوشش‌هایی که اینا داشتن مطرح کردن که مزاحم بازیشون بوده. بعد حتی ورزشکار هندی در مصاحبه‌ای که اخیراً مسیح علی نژاد باش انجام داده مطرح کرده بود که زمانی که داشته بازی می‌کرده گویا روسریش به عقب رفته بوده و وسط بازی شطرنج فردی که خودش رو مسئول این بخش میدونسته به ایشون مراجعه کرده و مطرح کرده که حجابت رو درست کن و همین باعث شده که حواس ایشون پرت بشه. یعنی از نظر تکنیکی و فنی هم صرف نظر از این که از نظر اجباری بودنش و فشار روحی که به ورزشکاران میاد، کسانی که اصلا در این شرایط نیستن و دوست ندارن باشن مطرح میکنن، فشار ذهنی هم بهشون آورده شده و این میتونه از کیفیت بازی شطرنجشون بکاهه و شاید انتظار بر این باشه که ورزشکاران دیگر زن هم این رو جدی بگیرن و در این مسابقات شرکت نکنن. حالا من اگر اجازه بدین این رو یک اشاره میخوام بکنم که کسانی که در این مقطع مطرح دارن میکنن که
نرفتن زنان ورزشکار به ایران باعث پیشرفت ورزش زنان میشه، این رو باید ما مطرح بکنیم و بازش بکنیم که به هیچ عنوان اینطور نیست. همونطور که اشاره کردم، اولا تنها رشته ورزشی که به صورت بین‌المللی و علنی داره برگزار میشه یک بار مسابقات شطرنج بوده در سال دیگه و مسابقات امسال که میزبانی ایران هستش قراره که برگزار بشه، سال دیگه هستش که قراره برگزار بشه، مسابقه دیگه ما در ایران نداشتیم که اینا بخوان مطرح بکنن. کسانی که دفاع میکنن از اینکه اگر تیم‌های ورزشی به ایران نروند این طور میشه و اون طور میشه و جلوی پیشرفت ورزش زنان گرفته میشه، جلوی ورزش پیشرفت ورزش زنان از دید من از فردای پیروزی جمهوری اسلامی در ایران صورت گرفته، به خاطر اینکه جداسازی جنسیتی و بعد مسئله پوشش حجاب و قطع شدن برنامه‌های ورزشی، پخش نشدن اونها و محدودیت‌های بیشماری که بر جلوی ورزش زنان ایران گذاشته شده، خود اینها باعث عدم رشد و پیشرفت ورزش زنان هستش. خانم تونیای عزیز، خودتون هم اشاره کردید به یکی از صحبت‌های ورزشکاران که این حجاب اجباری براش تاثیرگذار بوده. در طول سال‌های گذشته هم ما می‌بینیم که این حجاب دختران ایرانی ورزشکار در کشورمون در رشته‌های مختلف ورزشی براشون موانع و حتی سدهای مختلفی درست کرده. حالا دیدیم که کشورهای اسلامی میگه که حجاب، این حجاب اجباری هیچ مشکلی رو برای ورزشکاران به وجود نمیاره، اما شما خودتون به عنوان یک کسی که در مقام قهرمانی قرار داشتید، این حجاب اجباری و تأثیر اون رو چگونه میبینید و چگونه ارزیابی میکنید؟ اساسا فکر میکنید واقعا آیا تأثیرگذار هست؟ ببینید، وقتی ما از حجاب حرف میزنیم، مخصوصا حجاب اجباری زنان، این مسئله اگر در برگزاری یک مسابقه ورزشی باشه، فقط اون چیز ظاهری که تماشاچی میبینه یا در رسانه ها پخش میشه اختلاف فرم پوشش زنان ایرانی هستش، در صورتی که حجاب خیلی خیلی فراتر از یک تکه پارچه یا پوشش لباس پوشیده تر ورزشی زنان هستش که محدودیت رو در حد خودش مسلمه که ایجاد میکنه. شما برای مثال بازیکن والیبالی رو ببینید که با دستهای بدون پارچه داره ضربه توپ رو میگیره، با ساعدش میگیره، و زنی که دستهای بازوهای پوشیده داره و با لباسش ضربه توپ روی اون میخوره، و گرمایی که لباس ورزشکار زن ایجاد میکنه، ورزشکاران دیگر لباسهای سبک و آزادی که دارن عرصه دامنه حرکت ورزشکار رو محدود نمیکنه که اینها براشون محدود میشه، حرکت و گرمایی که در بدن ایجاد میشه میتونه راحت به بیرون بیاد و ورزشکار رو دچار مشکل نکنه. میبینیم که تمام اینا هستش. یک دونده رو ببینید، زمانی که دونده ها سعی میکنن با علم فنی لباس داره سعی میکنه که لباس ها رو هرچه سبکتر بکنه برای اینکه وزن کمتری بر روی بدن ورزشکار باشه، برای اینکه بتونه راحتتر بدوه، و بعد پوششی که دختر ایرانی یا ورزشکار ایرانی داره، تمام اینا مسلمه که دوچار مانع برای ورزشکاران میشه و در حد نصاب رکورد و کیفیت حرکت و بازی و مسابقه شون تأثیر داره. ولی من بیشتر تاکیدم بر این هستش که این حجاب تنها در اونجا نیست، در جداسازی ورزشه، در اونجاییه که سهم نیمی از جامعه ایران به دلیل جداسازی جنسیتی و مسئله حجاب و نبودن زنان در میادین ورزشی، سهمیه‌ای که به اونها تعلق میگیره به جرأت میشه گفت که یک دهم سهمی هستش که در حال حاضر در ایران وجود داره. ببینید، ما در کمبود ورزشی، در عدم رسانایی هایی که باید، نارسایی هایی که در ایران وجود داره و تمام مشکلاتی که در مقابل ورزش ایران هستش، عدم مدیر، کم ضعف مدیریت و تمام عرصه های دیگه، همه اینها رو اگر در یک کاسه بکنیم و بعد این کاسه رو سهمش رو تقسیم بکنیم بین زنان و مردان، باز میبینیم که به زنان ایران اچاف میشه. و
وقتی در مسئله فنی صحبت میکنیم، مسئله مربی، تخصص، امکانات، بودجه، اسپانسر، بعد خیلی در همه عرصه‌ها، یعنی هر جا شما انگشت بذارین میتونیم بگیم که زنان ایرانی در حال حاضر اون توانایی رو که در همین زمان فعلی با امکانات محدودی هم که در اختیارشون گرفته شده نمیتونن به نمایش بگذارن، به خاطر همین محدودیت هایی که حفخان هایی که جلوی پایشون هستش. تا چه اندازه این حجاب اجباری، این حفظ حجاب برای یک ورزشکار در واقع میتونه تحقیر و توهین به شخصیت اون ورزشکار دونست؟ مثلا اینکه اون کاری که تو داری میکنی، اون مدالی که تو داری میاری، حالا اون افتخار آفرینی که تو در مجامع بین‌المللی حتی ملی میاری فاقد ارزشه، چرا که چنین نمایه مذهبی رو در واقع در خودش نداره؟ خب اگر ما در رابطه با زنان ورزشکار ایران صحبت بکنیم، میبینیم که با وجود همین حجاب اجباری که در توضیح دادم در تمام عرصه‌های تمرین و ورزش کردن در پارامترهای مختلف داره انجام میشه، صورت میگیره تا روز مسابقه و موفقیت ورزشی که ورزشکار میره. اگر راجع به زن ایرانی داریم صحبت میکنیم، میبینیم که زمانی هم که روی سکو رفتن، مدال آفرینی که مدال آوردن و سرود جمهوری اسلامی زده شده یا پرچم جمهوری اسلامی بالا رفته، این اون دو چیزی هستش که نظام بیشتر خوشایندش هستش که پرچم با روسری بر سر زن ورزشکار نمادی از اسلام و کشور اسلامی است برای اینها، برای نشون دادن به سایرین. و این رو اینها تنها در مدالگیری ندارن، به خاطر اینکه ما میبینیم مثلا مثال رژه ورزشی رو میزنیم که نماد اصلیش در المپیک هستش. میدونیم که برای هر ورزشکار بزرگترین افتخار این هستش که پرچمدار کاروان ورزشی خودش بشه و معمولا انتخاب ورزشکاری که پرچم یک کشور رو در دست میگیره به این گونه هستش که موفق ترین ورزشکار تاریخ اون کشور که در حال حاضر در مسابقات هستش پرچمدار میشه. ولی در ایران میبینیم که در اونجا همیشه در طی این روال سالهای اخیر میبینیم که ورزشکاری رو ما نماد قرار دادیم که زن بوده و حجاب اسلامی داشته. البته این رو مد نظر من دارم که در این المپیک آخر ما پرچم رو به دست زهرا نعمتی دادیم که زهرا نعمتی اولین زنی هستش که افتخار آفرینی داشته در پارا المپیک و مسابقات که مدال هم گرفته. ولی دیدیم در حتی در اونجایی که این عزیز ما روی ویلچر قرار گرفته بود و پرچم ایران رو داشت، یک زن اضافه با چادر سیاه در پشت این خانم حرکت کرد و ویلچر این خانم رو روند. تمام اینها من به این اشاره دارم که اصرار جمهوری اسلامی هستش که میخواد تبلیغ حجاب رو داشته باشه تا اینکه ورزش رو بخواد عمده بکنه. و حتی این رو ما بعد از پایان برنامه ها مسابقات ورزشی و المپیک ریو در امسال داشتیم، برزیل داشتیم، که هم آقای روحانی و هم کسان دیگه‌ای که وقتی ورزشکاران به ایران برگشتن مطرح کردن که حضور بانوان ما با حجاب اسلامیشون مشتی است بر دهان کسان دیگر و مدال آفرینی شما آنقدر برای ما ارزشمند نیست تا حجابی که شما با اون در میدانهای ورزشی ظاهر میشید. خانم تونیا، ما در سال اخیر یک المپیک در واقع توسط یکی از زنان ورزشکارمون داشتیم، یا به عبارت میتونیم بگیم نخستین مدالی بود که برگردن یک زن ایرانی آویخته میشد در این سالهای اخیر. چنین دستاوردی در همین شرایطی هستش که در واقع حجاب تحمیل میشه به ورزشکارانمون، به زنانمون، این موفقیت رو نشأت میگیرید از یک موفقیت فردی، یا اینکه فکر میکنید نشأت گرفته از همین فعالیت های ورزشی و حکومتی هست که در حال حاضر در حال انجامه؟
این رو میشه به نظر من بازش کرد. به این صورت ما میتونیم بازش بکنیم که مدالی که گفتیم، این مدال رو کیمیا علیزاده در ورزش رزمی گرفته در بخش تکواندو، و میدونیم که ورزش‌های رزمی یه جزء ورزش‌هایی هستش که جمهوری اسلامی موفق شده که فدراسیون جهانی رو راضی به این بکنه که زنان با پوششی که دارن، پوشش اسلامی که جمهوری اسلامی طراحی کرده براشون، به این مسابقات راه پیدا بکنن و بتونن مسابقه بدن. مسلماً این میتونه بازدهی داشته باشه، به خاطر اینکه دختران ما هم وقتی که در ایران دارن ورزش میکنن، به ورزش‌های رو میارن که یک، بتونن توی میادین بین‌المللی شرکت بکنن، دو، امکاناتی رو که جمهوری اسلامی از نظر ورزشی در اختیارشون میذاره بیشتر هستش، در اونجا باشن. ببینید ما در حال حاضر شنا هم به صورت جدا در ایران استخرهایی براشون تعبیه شده، ساعتهایی از استخرها برای زنان ایرانی هستش و حتی مسابقاتی برگزار میشه، ولی تمام اینها در پشت درهای بسته و در سالن‌های سرپوشیده با پرسنل تمام مؤنث برگزار شده و میشه، و ورزشکاران شناگران ما میدونن که راهی به مسابقات بین‌المللی ندارن مگر اینکه این مسابقات در ایران در همین سالن‌های بسته باشه که میبینیم که بازدهی زیادی نداره. بنابراین مسلم هستش که تعداد دخترانی که به ورزش‌های رزمی رو میارن، به اضافه اینکه امکانات ورزش‌های رزمی به خاطر تاریخی که در ایران در طی این 30 چند ساله اخیر جمهوری اسلامی داشته، رشد این ورزش‌ها و توجه به ورزش‌های رزمی به خاطر روحیه‌ای که جمهوری اسلامی داشته، به خاطر اینکه جنگ ایران و عراق رو ما داشتیم، رشد ورزش‌های رزمی در ایران بوده، سپاه پاسداران مسئله ورزش‌های رزمی رو به عهده داشته و جزء در واقع برنامه‌های اجباری اینها بوده، زنانی که در کادر ارتش و نظامی حفظ جمهوری اسلامی در ایران کار کردن، در این عرصه کار کردن. من دارم اینا رو بیشتر توضیح میدم که ما ببینیم که ورزش‌های رزمی در مجموع در عرصه‌های دیگه، ما ورزش وشو رو داریم که این ورزش هنوز المپیکی نشده، ولی ما دختران ایرانی داریم که قهرمان آسیا هستن و مدال‌های آسیایی دارن، و چه بسا اگر این رشته ورزشی در المپیک به رسمیت شناخته بشه، ما تعداد زنان بیشتری داریم که میتونن مدال داشته باشن در این رشته های ورزشی. ولی باز من تاکیدم روی این هستش که اینها رشته های ورزش رزمی هستش که جمهوری اسلامی بها بهش میده، تبلیغ روش میکنه، مربی براشون میذاره و امکانات در اختیار میذاره. یک، به دلیل اینکه پوشش بیشتری برای زنان داره، دو، به رسمیت شناخته شده، پوششی که جمهوری اسلامی به اصرار برای فدراسیون‌های ورزشی این رشته‌ها فرستاده و تایید شده. البته من اگر فرصت باشه میتونم حتی همین رو مطرح بکنم که در 2 سال پیش در بازی‌های همبستگی اسلامی که در اندونزی برگزار شد، ما تیم ورزش رزمی ایران در یکی از مسابقاتش حذف شد، به دلیل اینکه اون فرمی رو که جمهوری اسلامی برای ورزشکاران زن ما داره، این فرم به صورت مقنعی هستش که کاملا گردنش پوشیده است، ولی مسابقات فرمی که تصویب شده بود از طرف فدراسیون ایران به مسابقات داده شده بود، در ظاهر فرم دیگری بود که این مثل کلاهخود نبود و اونها تصویب کردن، ولی وقتی که بازیکنهای ما به روی دوشک قرار گرفتن، فرم داده شده جمهوری اسلامی نبود، بلکه پوشیده تر ورزشکار زن رو به میدون فرستادن و این باعث شد که تیم مقابل اعتراض خودش رو به داور مسابقه بده و داور مسابقه تیم ایران رو از مسابقات حذف کرد و تیم زنان ایران از مدال طلای خودش محروم شد. ببینین اینا، یا مثلا در مسابقات
پیش از المپیک لندن 2012 ما تیم فوتبال زنان ایران رو داشتیم که در مسابقات آمادگی و مرحله انتخابی باز همینطور که گفتم مصوبه پوشش سر آنی که جواب مثبت از فدراسیون بین‌المللی گرفته بود نبود که به زنان به میدان رفتن و برای همین زنان ایران رو برای از ادامه مسابقات محروم کردن و تیم فوتبال زنان ایران نتونست به این بازی ها یعنی به بازی المپیک راه پیدا بکنه. اینها مورد هایی هستش که ما میبینیم جمهوری اسلامی هر جا که زورش چرمیده، حتی همین حجابی هم که امروز داره اجباری بر سر زنان داره و در بعضی از رشته های ورزشی به مسابقات میبره، سعی میکنه که تعداد زنان بیشتری رو حتی به صورت نمایشی ببره. ولی خب مسلمه در جایی که زنان ما ورزش میکنن در ایران و این نسل جوان میخواد که خودش رو در میادین ورزشی به محک بذاره، مسلم هستش که ورزش زنان هم خود به خود رشد بیشتری میکنه. ولی من اساساً با این مسئله مشکل دارم که زمانی که ما میخوایم ورزش زنان ایران رو مقایسه بکنیم، یکی از سوالهایی که معمولا در مقابل من میذارن یا میشنوم که از کسان دیگه صاحب نظران ورزشی دیگه مطرح میکنن این هستش که رجوع میکنن به قبل از انقلاب و بعد از انقلاب اسلامی. ببینید وقتی که ما مطرح میکنیم قبل از انقلاب اسلامی، ما داریم از دو نسل قبل صحبت میکنیم، ما داریم از بیش از 38 سال پیش صحبت میکنیم و این اساساً درست نیست که ما سطح ورزش جهان رو در حدود 40 سال قبل با امروز بخوایم مقایسه بکنیم، ما تعداد جمعیت ایران رو با 40 سال قبل بخوایم مقایسه بکنیم. امروز اگر زنان ایرانی دارن پیشرفت میکنن، این میتونه این باشه که به میزان درصد به سابق این هستش که تعداد زنان بیشتری هستن که ورزش میکنن. ولی اگر بخوایم رشد ورزشی زنان رو در نظر بگیریم مقایسه ای، این رو شما میتونید از روی رکورد ها مقایسه بکنید، میزان رشد مسلم هستش به خاطر محدودیت هایی که دارن، از جداسازی جنسیتی بگیرین شما تا امکانات، بودجه و تمام عرصه های دیگه که ربط پیدا میکنه به این، میزان رشد در ورزش زنان کمتر از اون پتانسیل واقعی که در زنان هستش. و بعد من چیز دیگه که دوست دارم روی این قضیه پافشاری بکنم، این موفقیت هایی که ما میبینیم بیشتر در تأثیر بیشتر بر اثر تمرینات فردی، پشتکار فردی و از خودگذشتگی که ورزشکاران زن ما دارن. ما ببینین الان برای مثال برای شما میتونم بگم که در رشته ورزش یخنوردی که یک ورزش جدیدن به مسابقات ورزشی و در مسابقات المپیک زمستانی آینده راه پیدا کرده هستش، در این عرصه ما ورزشکار ایرانی داریم، زن ایرانی داریم که جز 20 نفر قهرمان دنیا هستش و در مسابقاتی که در طی این چند سال اخیر برگزار شده ایشون مقام داره و صاحب سبک هستش و در واقع کشورهای دیگه‌ای که ورزش زمستانی قوی دارن ایشون رو میشناسن. ولی حتی همین خانم با اینکه رده جهانی داره هرگز اسپانسر نداره برای رفتن به مسابقات جهانیش، برای رفتن به اردوهای ورزشی. حتی در آخرین مسابقاتی که ایشون شرکت کردن مطرح کردن که هزینه هاشون رو خودشون فردن به عهده گرفتن. ما همینو در ورزش مثلا تنیس روی میز داریم که وقتی که ورزشکاری داریم که دو المپیک تونسته سهمیه خودش بگیره، یعنی در مسابقات پیش المپیکی شرکت کرده و دارای سهمیه هستش، برای رفتن به مسابقات آمادگی یا اردوهای ورزشی که خارج از کشور هستش و با امکانات بهتری برگزار میشه، همواره به مشکل برخورده از این جنبه که مربی خودش رو نمیتونه همراه خودش ببره. یعنی ما بخوایم اگر مثال من بخوام براتون بزنم، حتی در همین چهره هایی که
به مسابقات بین‌المللی و خصوصا در دو المپیک اخیر راه پیدا کردن. 8 زن ما در المپیک لندن داشتیم و 9 زن در المپیک ریو، که این زنانی که حتی به اینجا رسیدن با راحتی یا حتی با شرایطی که یک ورزشکار مرد ایرانی تونسته به این حد نصاب برسه نبوده، و در واقع ورزش زنان با سختی و با پوست کلفتی داره پیش میره. شما به عنوان یک کارشناس تا چه اندازه مقامات مسئول در ورزش ایران رو هماهنگ میدونید با مقامات و مسئولان حکومتی و سیاستمداران در کشورمون؟ اساسا آیا ورزش ایران، خصوصا ورزش بانوان، وجهه غیر حکومتی داره؟ اگه داره، این وجهه غیر حکومتی چی هستش؟ تا چه اندازه گسترش پیدا کرده؟ ببینید، اصلا کشور ایران جز کشورهای استثنایی هستش که ورزش بخش خصوصی نداره و بخش خصوصی در واقع خود دولت هستش. مثلا شما نگاه بکنید مسئله فوتبال، فوتبالیستای ما، باشگاه‌های فوتبال ایران به تمامی در دست دولت هستش، بودجه اینها رو دولت هستش که تامین میکنه و به باشگاه‌ها میده، و خرید و فروش بازیکنان خارجی رو هم که میبینیم تمام اینا توسط دلالانی که دست در دست دولت دارن. ببینید، ما اگر بخش خصوصی داشتیم در ایران، شاید به مراتب ورزش رشد دیگه میکرد، یا اسپانسرهای قوی داشتیم، شاید وضعیت ورزش با امروز تغییر به سمت مثبت یا رشد ورزشی بیشتر میشد. ولی از اونجایی که در ایران تمام اینها در یک کاسه هستند، اگر اچافی میشه، اگر رشوه‌خواری میشه، اگر حتی دزدی بودجه میشه، اگر در جایی میبینیم که تیم‌های ورزشی که میان به ناحق عوض اینکه مربی ورزشکار ما به مسابقات ورزشی بیاد، یعنی بودجه برای اینها صرف بشه، برای نورچشمی ها و افراد دیگه ای هستش. ما تیم ورزشی ایران خنده‌دار این قضیه هستش که در مسابقات بین‌المللی یا خصوصا در المپیک که شرکت میکنه، همراهان غیر ورزشی کاروان ورزشی ایران همواره بیشتر از تعداد ورزشکارانی بوده که به این مسابقات راه پیدا کردن، و این نشون میده که چقدر جامعه ورزش ایران و مدیریت ورزش ایران غیر ورزشی هستش. وقتی ما این رو داریم، به مراتب این خود به خود هستش. و شما از سیاست حرف میزنید، مسلمه که در ایران حرف اول رو دولت ایران و حتی رهبر جمهوری اسلامی داره در رابطه با ورزش و زنان میزنه. همینجا ما میتونیم اشاره بکنیم، ببینین، به مسئله حرام اعلام کردن دوچرخه سواری زنان در انظار عمومی. خامنه ای داره مطرح میکنه که دوچرخه سواری زنان ممنوع یا در مقابل نامحرم، بنابراین فردایی همون پارکایی رو کم طبیعه کرده بودن برای اینکه زنان بتونن در اونجا دوچرخه سواری بکنن، اگر امروز اینا بتونن طرح بکنن، مطرح بکنن که کسانی هستن که چشمشون به این زنان میفته یا در خیابانها زنان دارن دوچرخه سواری میکنن، اینها رو حکم تحت تعقیب قانونی قرار بدن. یعنی ببینید، تمام اینا بازی هستش که داره در ایران صورت میگیره. بعد خنده‌دار قضیه باز در اینجا هستش، از یک طرف جمهوری اسلامی اعلام میکنه، درسته که این به صورت قانون تصویب شده نیستش و حرف خمینی هستش، حرف معذرت میخوام خامنه ای هستش، ولی حرف رهبر رو مگر نگفتن که ولی فقیه بالای قانون اساسی قرار داره؟ یعنی اگر فردا بخوان این مسئله رو روش پافشاری بکنن، بعد ما زنان دوچرخه سواری که در اون جامعه هستن رو اینا میتونن به عنوان ارتکاب جرم دستگیر بکنن. بعد ما جالب هستش که این رو داریم در ایران، ولی از اون طرف در همین یکی دو روز گذشته در مسابقات سگانه مرد آهنی، مسابقات دو ماراتون و دوچرخه سواری 140 کیلومتری، 4 کیلومتر شنا و 41 کیلومتر دویدن،
که معروفترینش در هاوایی برگزار شده، ما مجدداً شیرین گرامی رو داریم که با پرچم جمهوری اسلامی و از سهمیه دولت ایران استفاده کرده، در این مسابقات از دید خودش با حجاب اسلامیش در این مسابقات شرکت کرده. خب این برای من باید سوال بشه که به چه گونه هستش که دوچرخه سواری در جامعه ایران حرام اعلام میشه برای زنان، ولی دوچرخه سوار زنی که به نام جمهوری اسلامی در مسابقات خارجی شرکت میکنه 140 کیلومتر در میدان عمومی در کنار مردان پا میزنه، رکاب میزنه و سهمیه جمهوری اسلامی رو داره؟ ببینید اینها تبلیغی هستش که خب این رو میشه در همین جا میشه مطرح کرد که آیا این سهمیه که شما به شیرین گرامی یا شیرین گرامی ها در آینده کسانی که میخوان برای تبلیغ جمهوری اسلامی شرکت بکنن میدید، آیا برای زنان ورزشکار ایرانی هم معتبر هستش؟ من اصلا سوال میذارم، آیا شیرین گرامی نماینده ورزش زنان ایران هستش؟ در جایی که دوچرخه سواری برای زنان در ایران حرام اعلام میشه، در جایی که زنان ایرانی حتی با پوشش اجباری و اسلامی که دارن اجازه ندارن که در آبهای آزاد شنا بکنن، حتی در جایی که مسابقات سگانه ورزشی برای زنان در ایران برگزار نمیشه، اما به یک باره شرکت کننده زن ایرانی با پرچم جمهوری اسلامی در این مسابقات شرکت میکنه، این یک بام و دو هوا از کجا میاد؟ آیا غیر از این هستش که جمهوری اسلامی سعی میکنه که خودش رو مورد پسند کشورهای دیگه نشون بده و طرح بکنه که این فرهنگ ماست و ما با فرهنگ خودمون داریم پیش میریم، ولی از اون طرف با تحمیل حجاب اجباری و با کیفری که در قانون اساسی برای زنان میذاره بی حجابی رو تنبیه میکنه و امنیتیش میکنه؟ ببینین امروز دارن بخشی از اصلاح طلب ها دارن مطرح میکنن که مسئله حجاب اجباری زنان ورزشکار رو طرح نکنید و اصلا مسئله ورزش زنان رو امنیتی نکنید، برای اینکه اگر امنیتی بکنید اون وقت ورزش زنان رو هم و جلوی پیشرفت ورزش زنان رو هم میگیرید. من این سوال رو مطرح میکنم، مگر نه اینکه بی حجابی در ایران مسئله امنیتیه؟ مگر نه اینکه امروز زنانی که ما در زندانهای جمهوری اسلامی داریم به جرم سیاسی، یکی از جرمهاشون مسئله زیر بار نرفتن حجاب اجباریشون هستش، حتی در محیط زندان حجابی که مطرح میکنیم، مثلا از برای خانم نرگس محمدی خواستن که ایشون با چادر به دیدار بچه هاشون برن، به ملاقات بچه هاشون برن، ایشون در مقابل این اصرار و اجبار پافشاری کردن و حاضر نشدن فرزندان خودشون رو ببینن. ببینید مسئله حجاب فقط این نیست که به ورزش ایران ربط داره، حجاب پاشنه ی آشیل جمهوری اسلامی هستش. خانم تونیا به نکات بسیار بسیار مهم اشاره میکنید و من فکر میکنم که هر نکته‌ای که شما اشاره میکنید کلی قابل بحث و حداقل اینه که بیننده باید در موردش فکر بکنه. خیلی از دوستان ما بهش خانم شیرینه گرامی اشاره کردید، در مقابلش ما شطرنج باز عزیز گرجستانی رو میبینیم که تحریم میکنه و خیلی از دوستان ما صحبت‌های از نظر من دلنشین این شطرنج باز گرجستانی رو که قصد شرکت در این مسابقات رو هم نخواهد داشت به عنوان نوعی اعتراض سیاسی در واقع قلمداد میکنن. شما چطور؟ شما آیا فکر میکنید که این یک اعتراض سیاسی هست یا تحقیقا میشه اون رو صدای نسل خاموش دختران ایرانی که زیر فشار و یک حجاب اجباری هستن و صداشون هم به گوش کسی نمیرسه میشه قلمداد کرد؟ شما چگونه میبینید؟ این کلمه سیاسی چیزی هستش که در دولت در رژیم جمهوری اسلامی این کلمه رو بر میدارن و بر سر تک تک افراد میکوبن و به عنوان یک کلمه ترسناک شناخته شده. به نظر من اساساً
زندگی کردن ما سیاسی هستش. مگر میشه شما نفس بکشید، نفس کشیدنتون امروز سیاسی نباشه، در جایی که مطرح میکنید که این هوا آلوده است و ما نمیخواهیم این آلودگی رو به نسل بعدی، به فرزندانمون بیشتر منتقل بکنیم. بنابراین میاییم براش راهچاره هایی پیدا میکنیم، میاییم در گروه های منسجمتر، در مدارس، در گروه مادران، در هر جایی که ببینید، در هر گوشه دنیا بر علیه آلودگی هوا حرکت میکنن. این حرکت، حرکت سیاسی است. شما وقتی خواستی رو مطرح میکنی و این خواست به مسئولین دولتی و یا کشوری برمیگرده، خب این مسئله سیاسی میشه. امروز انتخابات در آمریکا میخواد برگزار بشه، مگر شما میتونید در انتخاباتی شرکت بکنی و بگی که من سیاسی نیستم؟ مگر شما امروز میتونی اعتراض بکنی به اینکه چرا من به عنوان جوان اجازه ندارم به یک کنسرت خوانندهی که تایید شده یه حتی نظام جمهوری اسلامی هستش برم؟ اعتراض شما یک اعتراض سیاسی است، اعتراض حق شهروندی شماست، حق و حقوق فردی چیزی هستش که در نهایت سیاسی است. اگر امروز کسی رو، شما حیوان آزاری رو اعتراض میکنی، اگر کسی بچه خودش رو در خیابون بزنه بهش اعتراض میکنی، اگر سگش رو، گردن قلاده سگش رو محکم بکشه، یا اگر خشونتی به حیوانش بکنه اعتراض میکنی، تمام اینا حرکت، حرکت های انسانی، حقوق بشری و مسلما سیاسی است. اگر امروز ما این عزیز شطرنجباز گرجی الاصل رو که در آمریکا هستش رو محکوم میکنیم که حرکتی سیاسی کرده، نه، همونطور که گفتین این خانوم زیباخویی خودش رو علنا اعلام کرده، مطرح کرده که من که قهرمان جهان هستم، امروز مقام قهرمانیم رو میبخشم در جایی که آگاه به این شدم که اگر من با حجاب، بنا به آن چیزی که در اینترنت دیدم، زنانی که روسری از سر بر میدارن و فریاد میکنن که این حجاب فرهنگ من نیست بلکه تحمیل است به من، من آنها رو میشناسم، نمیتونم به اونها کمک نکنم و برعکس فکر این رو میکنم، اگر رفتن من در کشور ایران، قهرمان شدن من ولی با حجاب اجباری، ضربه به این جنبش زنان میزنه، من نمیخوام سهمی در این داشته باشم. این حرکت، حرکت زیباست به نظر من، در مقابل مثلا ما ورزشکار ایرانی الاصل دیگه ای رو داشتیم که در مسابقات جهانی تنیس شرکت میکرد، خانومی بود با استاندارد لباس ورزشی خارج از کشور، ولی میاد 8 سال پیش حمایت خودش رو از احمدی نژاد اعلام میکنه، میاد راکت تنیس خودش رو تقدیم به احمدی نژاد میکنه و تایید میکنه نظام جمهوری اسلامی رو. ببینید ما در ورزش این حرکت رو، شما میخواییم بگیم سیاسی نیست، میخواییم بگیم حرکت، حرکت صرف ورزشی است، یا امروز ورزشکاران ما رو دارن این رو جا میاندازن، ورزشکاران، هنرمندان، کسانی که جوایز بین‌المللی میگیرن، این جوایزشون رو دارن این رو به نوعی، حالا با تبلیغ غیر علنی یا علنی، با روالی که دارن پیش میبرن، دارن طوری وانمود میکنن که اینها رو همه باید به رهبر اول ایران بدن، باید به رئیس جمهور ایران بدن، باید به جانباختگانی که در سوریه دارن بر علیه مردم سوریه میجنگن بدن. ببینین تمام اینا حرکت، حرکت سیاسی است. در مقابل زمانی که ورزشکاری پیروز میشه و مدال خودش رو تقدیم به خانواده یا مردم ایران میکنه، خب اینم حرکت، حرکتی سیاسی است. انتخابیه که کرده و در این انتخاب، انتخاب آزادشه. ورزشکار شطرنج باز جهانی هم امروز انتخاب میکنه. ورزشکار دیگری داریم از اکوادور که ایشون هم مطرح کرده، مصاحباتش در اینترنت هستش، داره مطرح میکنه، میگه که من در این مسابقه، من قصد شرکت در این مسابقات رو نداشتم، ولی از همینجا اعلام میکنم که رفتن به این مسابقات نه تنها کمک به زنان ورزشکار ایرانی نیست، بلکه
در بعدی وسیع‌تر بر علیه فشاری هستش که به زنان ایران در تایید این هستش که فشاری داره به زنان ایرانی اونجا صورت میگیره و چون من امروز آگاه به این هستم میخوام در کنار مردم یا زنان در دنیا قرار بگیرم. خانم تونیا، شما به عنوان یک کنشگر اجتماعی و دفاع حقوق زن و البته ورزشکار، راه برون رفت از این شرایط رو چگونه میبینید؟ چگونه ارزیابیش میکنید؟ خب شما میخواین بگین که الان حرفی که من میزنم غیر سیاسی است؟ من اگر حتی به سازمان‌های سیاسی کار نداشته باشم که ندارم، عضو هیچ گروه و دسته‌ای نیستم، ولی حتی این رو افتخاری نمی‌دونم. مطرح می‌کنم به این دلیل که حرف گروه خاصی نیست. این تراوشات فکری فرد من هستش. به عنوان یک فرد، به عنوان شناختی که از قوانین جمهوری اسلامی دیدم، قوانین زن ستیزی که داره، انسان ستیزی که هستش و مردانی که امروز بر مسند قدرت در ایران هستند، از اونجایی که به هیچ عنوان از دید من پایگاه اجتماعی و مردمی ندارن و برخلاف منافع کشور ایران دارن کار میکنن، مسلم هستش که راه برون رفت رو برای راحت شدن مردم ایران در وهله اول بر از در واقع رفتن این رژیم یا عوض شدن این رژیم میدونم. اینی که به چه شکل و به چه صورت باشه من براش راه حلی ندارم و امروز حتی این رو نمیتونم توصیه بکنم که دست به اسلحه ببریم و هر جا مثلا آخوندی رو دیدیم سر به نیستش بکنیم، ولی میدونم که تا زمانی که قوانین جمهوری اسلامی، قانون اساسی در ایران تغییر نکنه و قانون انسانگرا و برابر خواه بین زن و مرد، یعنی قانونی انسانی در اونجا نوشته نشه و بعد به اجرا گذاشته نشه، ما هر روز امروز در اینجا فردا در جای دیگر با این مسائل و مشکلات دست به گریبان هستیم و تا زمانی که کسانی که امروز بر مسند قدرت هستن و در جایی که دین بر حکومت داره، بر حکومت و قانون داره حکومت میکنه، ما نمیتونیم زندگی راحت و بهتری به مردم توصیه بکنیم. شخصا فکر میکنم اولین کاری که میشه صورت گرفت تبلیغ این هستش که حتی با وجود همین هایی که در ایران هستن پافشاری بر این بکنیم که دین از حکومت جدا باشه و دولت یا حکومت سکولار روی کار بیاد و بعد انتخابات آزاد. همه اینها شاید یک ایدئال در ذهن من هستش و نظام فعلی که در ایران هستش تن به هیچ کدوم از اینها نداده و خواهان این نیست که بر این روال حرکت بکنه. خانم ولی‌عقلی، زنان که در واقع قربانیان این قضیه هستن، در این میانه چه نقش و سهمی دارن؟ به حال من فکر میکنم که بد نیست که یادی از اونها بکنیم، بایستی که اونها هم در این قضیه سهیم باشن. به نظر من زنان در کنار کلمه قربانی که به کار میبریم، کلمه دیگر قهرمانان این جامعه هم میتونن باشن و هستن. زنان ایرانی به طور مشخص از دید من در تمامی این سالها، صرف نظر از این که کدام دولت، کدام فرد بر روی کار اومده و در کجا حق اینها گرفته شده، همواره بر روی خواسته های اولیه انسانی خودشون پافشاری کردن و در عرصه های مختلف با بهای گزافی که دادن. ببینید، همون توهینی که در خیابون به دختری که از دید آنها بدحجاب هستش، چون ما که بیهجاب در ایران نداریم، که بدحجابی هستش که در ایران تنبیه میشه، همون دخترانی که از ورودشون به دانشگاه ها جلوگیری میشه، همون دخترانی که امکانات ورزشی، هنری و تفریحی بهشون داده نمیشه، همون پدرانی که با تربیت جمهوری اسلامی دخترانشون رو به زور با قوانین و حمایت اون دولت، اون قانون به در واقع ستم بهشون میکنن، همون مردانی که
در هر عرصه، ببینید من هر جا بخوام حرف بزنم، به عنوان یک زن شما در اون قوانین داره بهتون اچاف میشه و همونطور که گفتیم فشار بهتون میاد. ولی میبینیم با تمام این فشارها در تمامی عرصه‌ها که داره میاد، باز این زنان هستن به عنوان مادر کسی که جمهوری اسلامی کشته، سکوت نکرده، به عنوان همسر یا مادری که جلوی زندان‌ها به برای دیدن فرزند دختر یا پسر خودش جلوی زندان قرار گرفته، در جایی که درآمد نداره، در جایی که فقر رو مطرح میکنه، در جایی که کودک بیمارش رو گرفته جلوی بیمارستان‌ها ایستاده. ببینی زن‌ها در تمامی عرصه‌ها از پای ننشستن و اعتراض خودشون رو کردن. اینکه این اعتراضات انسجام نداره به خاطر سرکوب بیش از حدی هستش که داره در ایران صورت میگیره و متاسفانه در بسیاری از عرصه ها ما میبینیم که با سکوت مردان طرف هستن زنان. یعنی همین مسئله حجاب اجباری، اگر پدران، همسران، برادران و مردانی که در کنار زنان هستن اگر حمایتشون رو بیشتر از زنان میکردن، مسلماً ما از نظر مردمی، از نظر تعداد جمعیت، چیزی کمتر از فشاری که مردم در ترکیه، در مصر، در مراکش، در سوریه و در کشورهای دیگه اعتراض خودشون رو به خیابون میارن و بر تعدادشون افزوده میشه، کمتر نداریم. درست استش از دید من که در ایران فشار امنیتی بسیار زیاد هستش روی مردم، ولی همینطور ما میبینیم که باز جلوی مقاومت مردم رو هم نتونستن در خیلی از عرصه ها بگیرن. در واقع شما از تغییر ساختار فکری جامعه صحبت میکنید. تا چه اندازه تغییر ساختار فکری جامعه و البته تا چه اندازه تغییر ماهیت مرد سالارانه و در واقع مذهبی یا مذهب زده تفکرات اجتماعی در ایران میتونه رهگذار تاریخ به این ماجرا باشه؟ این روندی هستش که روند جهانی و تاریخیه، یعنی دست من و شما نیست و به صورت یک زنجیر همه اینا به همدیگه وصل هستش در عرصه جهانی. مسلم هستش که اگر سطح دانش فردی و اجتماعی یک جامعه بالا بره و قوانین مردسالار کمتر بشه، به رشد اون جامعه کمک میکنه. ولی این تنها کافی نیست. یعنی امروز اگر من و شما که در قید حیات هستیم بخواییم برای این منتظر باشیم که مثلا در 30 سال آینده تغییرات کوچکی صورت بگیره، خب این تغییرات خود به خود با تغییرات جهانی که صورت میگیره، با عصر ارتباطات که ارتباطات جهانی هستش، ما همینطور از نظر تاریخی هم داریم تغییر میکنیم، داریم رشد میکنیم و نمیتونیم جدا از تغییرات جهانی باشیم. اینها تأثیرات خودش رو دارن، ولی من باز تاکید میکنم بر قوانین و تغییر قانون. تغییر قانون احتیاج به رفراندوم داره، رفراندوم احتیاج به شرکت کردن بیشتر مردم داره و فشار مردمی. یعنی من نمیدونم، من شخصا فرد سیاسی کار حرفه‌ای نیستم که برنامه ریزی دولتی یا سازمانی داشته باشم، ولی اون چیزی که به ذهنم میرسه، فکر میکنم امروز در هر جا افرادی که فعال حقوق بشر، افرادی که فعال در عرصه های انسانی و اجتماعی هستن، چه در داخل ایران و چه در خارج، به عنوان یک فردی که خارج از کشور زندگی میکنه، سعیم بر این هستش که آگاه رسانی بیشتر به خاطر از شرایط داخل ایران به ارگانها و سازمانهای خارج از کشور داشته باشم و همینطور بتونیم فکر مردم جوامع دیگر رو در خارج از ایران هستن، در واقع تبلیغاتی که جمهوری اسلامی میکنه برای خوشنمایی و خوشرویی خودش و
و رویی که از خودش به اینا میخوام نشون بده اون رو افشا بکنیم و شرایط مردم ایران رو در انظار عمومی بیشتر بکنیم و تأثیر در کشورهایی که در اونجا زندگی میکنیم بر روی عقاید مردم داشته باشیم. اینها خودش همشون میتونه به روند بهترسازی در کشورهای امثال ایران از دید من کمک بکنه. خانم تونیا ولی‌اغلی عزیز، سپاسگزارم که در این برنامه همراه من بودید. به امید روزی که واقعا در کشورمون همونجوری که شما اشاره کردید زمان انتخاب برسه و بتونیم یک حکومت سکولار رو در واقع در حکومتمون داشته باشیم تا حق انتخاب داشته باشیم. به هر حال ممنونم که در این برنامه من رو همراهی کردید. من هم متشکرم از شما، مرسی که اینقدر زمان خوب به من دادید تا بتونم مسائلی رو که دلم میخواست یا روی دلم بود بیشتر باز بکنم. به امید دیدار، تا گفتگوی دیگر بهتون بدرود میگم. همچنین بدرود. از این بود یکی دیگر از برنامه های شورای ملی ایران در رسانه افق ایران. تا دیدار و گفتگوی دیگر به شما عزیزان بدرود میگویم و پاینده کشورمان ایران باد.